بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. خب بعد از عربده‌کشی‌های ظریف تو این کارزار انتخاباتی، ما اگر برنامه می‌ساختیم صحبت می‌کردیم، یه عده می‌گفتن آقا شما طرفدار جلیلی هستید، مثلا با پزشکیان مشکل دارید و اینکه ظریف داره حمایت از پزشکیان میکنه، برای همین باعث شده که شما درباره ظریف بدگویی کنید. هرچند اسنادش رو نشون می‌دادیم، فیلماش رو نشون می‌دادیم، اما حالا یه دیپلمات کارکشته ببینید چه تعابیری درباره ظریف داره. خیلی مهمه این برنامه رو تا انتها ببینید تا با این تفکر آشنا بشید. کسی که بنا دیپلمات کارشناس این نظام باشه، تبدیل شده به یه شومن از این منبر به اون منبر رفتن و در واقع حرفای بی اساس رو با جیغ و داد و فریاد زدن که اصلا شأن یک کارشناس و یک دیپلمات اصلا نیست. چرا نمیتونی با استدلال صحبت کنی؟ حالا من بعضی از این حرفای بی اساس میگم. آقای کارشناس، مدعی کارشناسی هم گفتن که اگر برجام بد بود و چرا ترامپ رفت بیرون و چرا اسرائیل اینقدر علیه صحبت میکرد. دقت کنید این یک کرو. آقای پزشکیان هم توی برنامه تلویزیونی این ورانور تو مناظرات میگفت اگر برجام بده چرا شهید رئیسی رفته برجام رو دوباره ادامه بده. این یک کرو گوش بدید، یه نکته داره بهتون میگه. خب که از برجام رفت بیرون چی گفت؟ جالب است این کارشناس مدعی در تختی خیلی زیاد طولایی داره، همونجور که اون کرو و تختی کرد در مورد تورم، اینجا هم تختی کرده. ترامپ خیلی رسماً این رو بیان کرد، گفت دلیل خروجی ما اینه که ایران مستعصله، میزان دستاوردهایی که ما داشتیم به امتیازاتی که از ایران گرفتیم کم بود، من این تحریم ها رو تقویت میکنم، ایران رو تحت فشار میذارم، ایران جلوی ما زانو میزنه. یعنی این بهانه ای شد که آمریکایی‌ها برن بیرون تحریم ها رو بیشتر کنند، که 780 تا تحریم شد 1500 تا تحریم تو دوره روحانی. حالا میگن چرا شهید رئیسی رفت دوباره برجامو ادامه بده؟ شهید رئیسی رفت حقمونو بگیره. شما یه پولی دادی به یه نفر جنس برات بیاره، جنسو نیورده، آیا شما میشینی تو خونت یا نه میری دنبالش یقشو میگیری میگی آقا یا پولمو بده یا این جنسی که بردی رو بده؟ شما تو برجام همه چیزو دادی رفت، آمریکایی هیچی نداد، شهید رئیسی رفت حقمونو بگیره. ببین خیلی راحت مردم فریب میدن با دوتا داد و هوا رو جیغ زدن و فلان و اینها، بعد رأی هم میارن و همین مردمی که رأی دادن 4 سال بعد میگن اه رهبری چرا این کارو کرد، شورای نگهبان چرا اونو تایید کرد، ما چه میدونستیم. خب بابا اینا رو داریم برای شما میگیم دیگه، که قبل از اینکه رأی بدی بشینی فکر کنی ببین آقا اینا سابقه این آدما معلومه، اینا دوباره اومدن دارن با قلب واقعیت، یعنی دارن دروغ میگن، خلاف واقع صحبت میکنن که حتی رأی بگیرن، رأی هم که گرفتن خدا نگهدار و نظرات ما رو قبول میکنه. خب ما بلافاصله حتی 24 ساعت هم طول نکشید، آقای رئیس جمهور و همین آقای دیپلمات خیلی کارشناس آمدن اعلام کردن که ما برجام با رفتن این نفر بیرون خراب نمیشه، ما قبلا 5+1 بودیم الان 4+1 هستیم. خراب یعنی چی؟ پس مذاکره ما برای این است که آقا ما این باها رو پرداخت کردیم، جنستو بده بیاد، نه برای اینکه حالا برجام خوبه یا بد، هر چی بود تصویب شد، ما پای امضای خودمون. اصلا صورت مسئله رو ایشون وارونه نگاه میکنه. نکته دوم این که کسی مدعی باشه که تمام تحریم ها زیر نظر آمریکاست و ما میتونیم اگه خیلی حرفه‌ای باشیم، ببینید کارشناسی و حرفه‌ای با شامورتی بازی فرق داره. شامورتی بازی رو خیلی خوب اومد، چون الان یه کلیپ بهتون میخوام نشون بدم که شامورتی بازی رو عیان میکنه، قشنگ یه خودتون متوجه میشید. موجی که میبینی شامورتی بازیه، میپره بالا میپره پایین جیغ میزنه، حتی کار حرفه‌ای اینجوری نیست. چه زمانی که داشتن برجام رو تصدیق میکردن چه الان هیچ وقت حاضر نیستن که این برجام رو بذاریم جلومون، شروع کنیم بندشون بچه آدم خونده میتونم میگه دیگه چی؟ نقد کنیم، نقد مدرسه ای، حاضر نیستن. این که حضرات اصلاح طلب اصرار دارن که ما جز FATF بشیم برای که این اطلاعات داده بشیم، میشه زمان خودشون. اینا 8 سال جا بودن، فروش نفت ما شد 200,000 بشکه، خب وقتی که ما نتونیم نفتمون رو تحریم ها دور بزنیم اون همیشه 200,000 بشه. یعنی چی؟ سادش اینه، منظورش اینه وقتی شما FATF رو پذیرفتی، تمام اطلاعات مالیت رو دادی، تمام راهکارهای دور زدن تحریم مشخص میشه، بعد اونا خیلی راحت میفهمن جلوی این دور زدن تحریم رو میگیرن، شما دیگه نمیتونی نفت بفروشی.
یعنی دلیل عدم فروش نفتشون این بود که دولت روحانی پنهانی رفته بود بندهای بسیار زیادی 37-8 مورد اون 41 بند رو اجرایی کرده بود تو FATF و نمیگفت. بعد که نفت فروشش اومد پایین اومدن بهانه کردن اگر ما FATF رو میپذیرفتیم نفت میفروختیم. بابا تو پذیرفته بودی و اون فهمیده بود راههای دور زدن تحریم رو نمیذاشت تو نفت بفروشی. دولت شهید رئیسی اومد جلوی این کارو گرفت، با روش‌های خاص خودش فروش نفت رو بین 1.5 تا 2 میلیون مشکه کرد. حالا اینا اومدن از این FATF دستاوردسازی کنن. بگن شما نذاشتید FATF باشد، در صورتی که خودشون پنهانی داشتن انجام میدادن. ببین یه دیپلمات کارکشته اینجوری ها. آقای لاریجانی خیلی فنی داره ظریف رو رسوا میکنه. برای اون چیزی که اینا به عنوان جدید میخوان عرب بدن اصلا بوی کهنگیش کم جل گرفت. جدید خطیست که با مرحوم شهید رئیسی شروع شد و الان داره انشالله با انتخاب آقای جلیلی ادامه. پس مردم اگه میخوان چیز جدید، تجربه جدید، مدیریت جدید داشته باشن باید با آقای جلیلی رای بدن. حالا بریم یه کلیپ کوتاه هم ببینیم برنامه تمام. بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد. لعنت بر کسی که این شرایط رو به وجود آورد. الان آمریکا میخواد بیاد تحریمی رو with a stroke of a pen با یک امضا برگردونه. خب برگردونه کی تو دنیا اینجوری میکنه؟ واقعیت امریه بالاخره قاعده داره، نمیتونه این کارو بکنه. های دکتر ایزدی، معنای این تعلیق است یا لغوه؟ اصلا تعلیق هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده. هر کس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه. صحبت های ظریف و هوش مصنوعی و اینا هم نیست، فیلماش الان تو گوگل موجوده، برید بزنید. برای همینه که بگیم آزموده را آزمودن خطاست. هیچ جای برجام تعلیق نیامده، کلمه تعلیق در برجام وجود نداره. روزنامه هاشون ببین چه تیترایی میزدن. ملت ما فراموشکارن. به خدا تقصیر اینا نیست، تقصیر ملت ماست. اصلا عجیب ملتی داریم. بابا 4 سال نگذشت در دولت روحانی، حالا بخواید به دولت سوم روحانی رای بدید؟ لغو کرد و دیروز هم لغو کرد. تعلیقی در قطعنامه و در برجام وجود نداره. طبق این چارچوب همه تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اقتصادی، بانکی در همون روز اجرای توافق لغو خواهد شد. الان یکی نیست بیاد بگه چرا نشد. تو بوق و کرنا کردید که آقا این برجام کشور رو نجات میده دیگه، آب خوردن کشور رو هم ربط دادید به برجام. اما یک نفر نمیره بپرسه پس چرا نشد. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. این دروغ هایی که گفته شد اما انجام نشد. آقای روحانی هستند، بازم میگم هوش مصنوعی نیست، فیلماش موجوده. حالا وزیر خارجه همون دولت شده مبلغ ستاد پزشکیان و قرار وزیر خارجه دولت سوم روحانی هم بشه. من در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن نیست، یه اشتباه از من بود. اعتراف کرد بعد اینکه 8 سال کشور رو به نابودی کشوندن، تمام سرمایه کشور رو دادن رفت، خیلی راحت اشتباه از من بود. یه اشتباه بوده دیگه، یه اشتباه کوچولو بوده، حالا یه کلمه رو ندیدم یا مثلا غلط ترجمه شده اینا، حالا شده دیگه، کاری هم از دست اون دیگه بر نمیمد. چی شد؟ امضای جان کری تضمین بود. چی شد ترامپ نمیتونست یه طرف خارج بشه؟ چی شد کشورها اعمال نمیکردن ولی اعمال کردن تحریما رو؟ چی شد آقای ظریف؟ با هوچیگری و شامورتی بازی به تعبیر آقای لاریجانی که نمیشه مملکت رو اداره کرد، نمیشه مذاکره کرد، نمیشه رفع تحریم کرد. باید اصولی باشه، فنی باشه، منطقی باشه، منافع ملت رو در نظر بگیری، همه اینا باید باشه. بار بار یا سه بار کلمه ساسپند در زمینه استفاده شده بود و 3-4 بار هم اومده، یه بار هم نیست. خب این رو مذاکره کننده ما که داشت این ریز اینا رو بحث میکرد در لحظات آخر اضافه شده بود و به ما اطلاع نداده بود. خیلی راحت توجیه. مذاکره کننده ما این رو دیده، به ظریف که به نوعی رئیس این هیئت مذاکره است نگفته. عجیب نیست واقعا؟ خب شما که روی زیر دست خودت اشراف نداری چطور میخوای مملکت رو اداره کنی؟ وزیر خارجه امروز ما مجتهد سیاسی هست. ظریف رو مجتهد سیاسی معرفی کردن، بهش سکه طلا هم دادن. هرچه لعنت دارید و
بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد. لعنت بر کسی که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد و لعنت به کسی که میخواد دولت سوم روحانی رو غالب کنه به مردم. وزرای آقای روحانی در ستاد آقای پزشکیان هستن. ببینید پشت پرده کیا دارن چیکار میکنن که دولت سوم روحانی دوباره بیاد روی کار و مردم رو بیچاره کنه. البته این بار 8 سال به عقب بر نمیگردیم، اشتباه نکنید، این بار مملکت 20 سال عقب میفته. حالا انتخاب با شماست، خیلی راحت میتونید با آقای پزشکیان هم رأی بدید، هیچ مشکلی ما نداریم. ما که الحمدلله وضع مالیمون خوبه، زندگیمون هم میچرخه. شما اگر کارگر و کارمند هستید دیگه خودتون میدید. فردا نیاید به امثال من و وطن دوست بگید که آقا برنامه ساز دولت رو نقد کن، مثلا چرا آقای پزشکیان بنزین رو گرون کرده شده 50000 تومان 70000 تومان یا فلان. این حرفا دیگه به ما نزنید، فقط بیایید برنامه‌مون رو ببینید و برید. حق نظر دادن و نمیدونم مخالفت کردن و گلایه کردن و انتقاد به دولت رو نخواهید داشت. برنامه از این به بعد روالش اینطور خواهد بود. اما نه، اگر به دکتر جلیلی رأی دادید که ما حمایتش کردیم، تبلیغش کردیم، به مردم گفتیم بهش رأی بدید، کوچکترین خطایی از دولتش سر بزنه، شما حق داری بیا اینجا بنویسی، انتقاد تو بگی، ما محکم پاش وای میستیم و انتقاد میکنیم. یعنی یقه دولت سعید جلیلی رو هم میگیریم، هیچ تعارف با کسی نداریم. همونطور که به شهید رئیسی رأی دادیم، تبلیغم کردیم براش، وقتی رأی آورد انتقادم داشتیم به دولت، الان هم همینه. اما اگر به پزشکیان رأی دادید، حق نداری تو ویدیوهای ما، برنامه‌های ما، کامنت‌هایی که می‌نویسید بیاید انتقاد کنید. چرا بنزین شده 70000 تومان؟ خب خودت نوش جونت، خودت رأی دادی، پاش وایسا، حق اعتراض وجود نداره. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.